امروز میخوام یه دختر و بانویی رو بهتون معرفی کنم که همه دوستش دارن. اون کیه که همه عاشقشن؟ کی؟ 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 بانو الکسیس. شاید فکر کردن الان من میخوام بگم ملیکا تهالی، ولی نه خیر، خاله الکسیس انتخاب ما هست. ما اینجا با کسی شوخی نداریم، همه چی اینجا تخمیه. درود به همیهنان عزیزم در سراسر ایران. سرین شاد دفاقا ملیکا تهالی میتونه نقش دیک کمربندی خاله الکسیس رو ایفا کنه، چون اینقدر کوچولو موچولو راحت میشه به عنوان دیلو ازش استفاده کرد. عمو جانی چطوری؟ عرض ادب دارم خدمتتون. عشق عمو جانی، سرین خیلی دوست داره. قیافه رو موهاش اینجا کوتاه بوده. پسره امریکا چونده. تهالی مثل بوز سرشو گذاشته رو شونه های این شارژره، داره روحش رو ارضا میکنه. فکر کنم قبلا این ملیکای رو این پسر پروژه انجام میداده. دارم میام. اگه ملیکای یه سیبیل بذاره شبیه این داشمشتی های زمان قدیم میشه. فیلم بگیر اگر پاشکست ممانت دستور بکنه چست نگیرم واسه؟ اوه کف فیلم برداره است. بیا قب اسکول با سومش میزنه به یدکه، حس میکنه هرکوله. زد شیشه یا رو شیشه. من یه آلت فرو کرده توش که در بیاره. فقط اون یارو که پیاده شد تخلف کرده، میخوان ماشینشو ببرن نمیذاره. اندازه دیه که یارو میمونه، کم مونده واسه ماشینشون وسط انقلاب کنه. اونا رو بهش کردی شخصی دیگه پولیس بیاد. اگه درگیری با من درگیر شد. دروغم میگی تو آشورا. آفرین دیگه چیه ملدی اموی؟ کی به کی میگه اموی؟ نه اونا رو به روشی نشون بده. ایشون کشف اجاب کرده من برش دورت چرسی کنم، شما نگاه. اگه بعد کشف اجاب باید اونم بگی. بیا بالا این بعد چه مسیره میزنه؟ دهنشو ببن بعد بگو گوه خورده. دهنشو ببن همه رو خسته کده از گل زد. دهنشو ببن. پلیس ها چرا بی عرضه بودن؟ تو خارج یکی با پلیس اینجوری بحث کنه با دک مسئولی فرو میکنن تو یارو. تنها کسی که میتونست ادبش کنه به نظرم جانی سینزه. اینجا اگه عمو جانی با لباس پلیس میرفت سراغش یه دیکی از اعضا در می آورده. دلت نگیره من ربون عاشقتم اینو بدون. دلم گرفته، دل منم گرفتن، باید دارم دستشویی یا حالی به روده ها بدم. دل نگرونتم همش، اگه خطا کردم ببخش، بازم منو به خاطر تموم خوبیات ببخش. خدای صداش خیلی خوب بود، قشنگ حس کردم تو گاوداریم. صدا شبیه گاو میمونه. حالا صد رحمت به گاو. گاو یه فایده ای داره، شیرش کلی ارزش داره، ولی این چی؟ ملیکا چوسمسخالو بذارن تو گاوداری، تنها فایده ای که میتونه واسه گاوا داشته باشه اینه که واسه گاوا شعر بخونه که راحت تر بتونن برینن. آره همیشه سکسی باش. آقا وقتی به این فکر بکنم که عمو جانی بعد برنامه میبرد بلبل خونه آروم میشم. پسره داره اون پشت به عشقش میزنه.
سرینه. این سرین نیست، یه آره ریزی آخرش گفت. آره منقرض شد دیگه لعنتی. وای چه قیافه تخمی داره، آدم نگاش میکنه یاد سرتبر میفته. او پاشده بلند تازه هم قد 206 بسکل. همین کارا رو کرده یارو، میخواست ماشینش رو ببره دیگه، اصلا یه جای سالم نداره ماشینش، ماشینو با زور خودش میخواست نگه داره. یه جمله خیلی زیبایی گفته ایمان خوینی، گفته خیلی خیلی خرید. مخصوص اینه، چقدر لاغر مردنی و تخمیه، اون عقبی هم از این بدتره. من مطمئنم این تعالی هم یه بوی گندی میده، یعنی بوش آدمو میکشه ها. دعیوس شبیه جر میمونه. من نمیدونم این چجوری اینقدر اعتماد به نفس داره، حس میکنه کلفته، میخواد با دست ماشین رو نگه داره. بزنید پوستشونو، بکنید حرومزاده ها رو. اونجا هم به یدکه ایدش جفتک پرت میکرد، حس کرده بود مثلا یدکه شته. واقعا خیلی خری. من شخصا به عید و این داستانه اعتقادی ندارم. من معتقدم خدا رو شد. هر لحظه بدون مناسبت و حرفی رو بزنید، خدا اگه بخواد گوش بده گوش میده، ولی بازم از ته دل عاشقتونم که انقدر به یادم. دلمون به همین یه عید خوشه دیگه، همین که بدونیم این به عید اعتقادی نداره و نمیرینه توش خودش یه فایده است. منم شخصا به عمل اعتقادی ندارم، از ته دلم میگم که قیافش خیلی ریده ماله. حالا اگه کریسمس بود از خود مریم مقدس هم خوشحالتر بود سر زایدن حضرت مسیح. یعنی خیلی اعتماد به نفس میخواد، فارسی صحبت کنی بعد کلیپ بذاری بگی که من به عید نوروز اعتقاد ندارم. اصلا عید نوروز مگه اعتقادیه؟ انقدر سرش تو عمل و تزریق ژل و دک بوده نمیدونه عید نوروز یه سنت ایرانیه، نه شب آرزوها و دعا. خب بچه ها، من امشب بهتون قول دادم که ماسکی که درست میکنم واسه صورتمو به شما هم بگم. خب الان یه دونه نصف آه. موز برداشتم و حسابی بله بکنیم. موز نبود، تیمون آب معنی بود. من بگه دیگه دیگه خوبه موز. حالا یه دونه قاشق ماست بهش اضافه میکنیم و اینو حسابی دوباره آب معنی اضافه کرد. تا حالا خب اینو من درست کردم. اول صورتتون رو کاملا از هر آرایش و هر چیزی پاک کن. خب حالا من الان صورتشو پاک کرده، مثلا صورتم پاک کردم، دماغ شبیه خوش میمونه چرا این. خب بچه ها، من کل صورتم از اون ماسک زدم، یه ذره گرمکاری هم کردم بشین، و اینکه 15 دقیقه روی صورتم میمونه تایم میگیریم، بعد میشونم واسهتون ویدیو میذارم. اینم نتیجه نهایی. حالا الان که معلوم نمیکنه خاصیتاش هم توی کپشن مینویسم چون دیگه ویدیو پر شد. اسکل آب معنی ریخ رو صورتش، بعد چند تا ایدی تو آرایش کرد صورتشو. حالا میگه که من با این ماسکه صورتم اینقدر صاف شده. لامصب کلا قیافه رو کوندی از نو ساختی، این همه هم مالیدی تازه شده، این قیافه قدیمیشو یادش رفته. اگه یکی بیرون میدیدش احساس میکرد شطور مختار از نزدیک دیده. آلت مصنوعی؟ آلت مصنوعی داره گذاشتش اون ور، بعدم حال کنیم. الگه کایلی نیرسی از آنهای غزاریان که الگه کایلی رو اینه شو آسان درست کرد. خودشو کایلی هم میبینه. آقا یه قازاریان مفت مجانی حلقه کایلی رو وسط درست نکرده که، واسه اون چاهت دیکتیس کرده. قازاریان گنده چند وقت دیگه میگه ملیکو جون بیا پیرسینگ چوچوله کایلی هم وسط گیر آوردم، بیا وسط نصبش کنم. میبرش قشنگ تو انباری دیکی از خیلی جالبه که زمین و خونه من توی ایران مصادره شده.
باید حالا چیکار کنیم سرین؟ آمریکایی‌ها تو همه کارهای ما دارن دخالت میکنن. همه سختی این آمریکایی‌هاست که تو کارهای ما دخالت. Shut the fuck up. باشه من تا امروز خیلی ناراحت میشدم که یکی از کارم اسکی میرفت و اینا، ولی یکیشون که اصل کاریه امروز با زبون خودش برگشت به یکی از دوستام گفتش که اگه اینطوریه کایلی باید بیاد استوری بذاره که واسه چی انگشتره مثلا شبیه من و ملیکا گرفت و اینا. من واقعا ممنونم که انقدر منو بزرگ و خوب میبینی، یعنی در حد کایلی. آره خب من الگوم کایلیه و مرسی او که الگوشم کایلیه. کایلی قدش حدود 2 متره، ولی این چی؟ این چی میگه اینجا؟ این قدش از 130 هم پایین تره. این انگشترش تو شاه عبدالعظیم پره. یه جور کایلی کایلی میکنه، انگار تو بچگیش مثلا لز میکرده با کایلی. ولی الگوش به نظرم به آیت الله جنتی بیشتر شباهت داره. این پدر سگا رو باید آتیششون کشه. ایول ایول ناخوناشو نگاه کنین، دستش و ناخوناش کلا به پای مر شباهت داره. زیر ناخوناش میشه خاشخشی خدا بیامرز رو پیدا کرد. که از کارم اسکی میرفت و اینا. من برم مجسمه‌شو تو دستشویی بسازم بیام. دعوا نکنین ها، دعوا کنین مجسمه شما دوتا هم میسازم. درود به تمامی هموطنان عزیزم، شما همه مانند گربه های هستید که از موش میترسه. این احمقانه به نظر شما نمیاد؟ آخش چشم باز شد، مجسمه‌شو ساختم. ببینید من تک و تنها بسیجیا، ارتش حزب الله، مجاهدین، سربازای گمنام امام زمان، مدافعین حرم. من لبای ساکیتو ببند دیگه عزیزم. این ویدیو قدیمی شه. من نمیدونم این واسه چی الان باید بره کمک اون خانم اون جلویی، به ما چه ربطی داره که مردم هم داره صدا میکنه بیان کن. پشمام یافه رو نگاه کنین فقط. آدم یو بوشت میگیره وقتی چهرش رو میبینه. همینجا میذارم شما شاهد باشین. ببین روشن شد من میرم. یه بوی بدی داره به دماغم میخوره. بله مردم اومدن که کمک کنن و خواهش میکنم قربان شما. با من پام نمیرسه. خاموش کردم. اینقدر کوچولوی قدش به کلاژ و ترمز نرسید. خاموش کردم. فقط میشه به عنوان دیک ازش استفاده کرد. دوست پسرش مثلا میتونه اینو با تناب ببنده دور کمرش، به عنوان دیک متحرک ازش استفاده کنه. اصلا معمه هم نداره. نگاه کن همجانی دوست داری یه حالی روش بیاری؟ گره پدر همه شد. مثل اصله سرین، تو که اصلا به ترک روی دیوارم رحم نمی کنی. تو اصلا حرف نزنی سنگین تری. دوستان به پایان برنامه رسیدیم. من مجسمه‌اش رفتم ساختم، خیلی شباهت داشت واقعا به. شما هم برین امتحان کنین، واقعا شبیهش میشه. لطفا لایک بدین، کانال یوتیوب کیودی پای رو هم دنبال کنید، سابسکرایب کنید تا بتونین همراه ما باشین. امیدوارم که از این ویدیو از ملیکا تحالی خوشتون اومده باشه رفقا. پیس.